ما خواستمان این هست که به یک کشور پیشرفته و توسعه یافته با اقتدار دفاعی و اقتدار اقتصادی متکی بر توان ملی و توان ملی که متکی بر توسعه علمی و فناورانه خودمون باشه که بتونه روزآمدی و رقابت پذیریش رو حفظ بکنه و حاصل کار اون یک اقتصاد قوی دانش بنیان باشه که بتونه ضمن تامین نیازهای ملی به سایر کشورها صادرات داشته باشه، چه در قالب محصول چه در قالب خدمات، و نتیجه اینها ایجاد اشتغال عزت من و آبرومند همراه با رفاه برای همه مردم ما باشه، البته همراه با رعایت اخلاق و عدالت و ارائه الگوی مد نظر یک نظام مردم سالار در اداره جامعه. این توقعی است که ما به هر حال از حکمرانانمون در جمهوری اسلامی داریم. بعدم این رو عرض بکنم که برای تحقق اهداف پیشرفت و توسعه یک کشور بحث حکمرانی خوب هست. حکمرانی خوب تنها مربوط به حوزه اجرایی کشور نیست. برای حکمرانی خوب هم باید یک دولت کارآمد داشته باشیم، باید یک مجلس کارآمد داشته باشیم و باید یک قوه قضاییه کارآمد داشته باشیم و مردمی که اگر این کارآمدی رو در جهت تحقق اهداف بدونن همراه دولت خودشون و همراه حکمرانان خودشون در تحقق اهداف باشن. برای اینکه این وفاق به وجود بیاد من فکر میکنم یه سری مسائل جدی رو در کشور ما باید تعیین تکلیف بکنیم. اگر تعیین تکلیف نکنیم این اختلافاتی که در کشور باهاش مواجه هستیم کماکان ادامه پیدا میکنه. ببینید ما در کشور باید نسبت بین پیشرفت و انقلابی بودن خودمون رو مشخص بکنیم. خب مقام معظم رهبری عنوان میکنن که ما باید هم پیشرفت بکنیم و هم انقلابی بمانیم. پیشرفت الزامات خودش رو داره و باید اون الزامات فراهم بشه. انقلابی بودن هم الزامات خودش رو داره. ما اگر نتونیم نسبت بین پیشرفت و انقلابی بودن رو تعریف بکنیم و توی اون به یک وفاق ملی برسیم که همه حمایت بکنن، مشکلاتمون کم حل نمیشه یا اینکه همینطور دچار این اختلافات هست. بنابراین تو بحث برنامه ریزی جامعه ما باید روی مسئله پیشرفت کشور و نسبت بین انقلابی بودن، پیشرفت و انقلابی بودن به توافق برسیم. حتی اگر هم به این نتیجه میرسیم که ما تعریفمون از انقلابی بودن همین تعریف فعلی کشور هست، تحریم هستیم باید پیشرفت بکنیم و تحریم نیستیم باید پیشرفت بکنیم. اگرچه من شخصا معتقدم که تحریم چیز خوبی نیست و ما باید برنامه ریزی پیشرفت خودمون رو در حالت غیر تحریم کشور انجام بدیم. این نباشه که ما تحریم هستیم ولی به بهانه تحریم دوباره داریم میریم حالا از چین دوباره تجهیزمون رو میگیریم، یعنی دانشمون رو از چین میگیریم، تجهیزمون رو از چین میگیریم، حالا وابستگی ما به چینی هاست. حالا اگر به غرب و وابسته بودیم یا به شرق پیشرفته مثل ژاپن وابسته بودیم حالا به چینی ها داریم وابسته میشیم، اسمش هم میذاریم دور زدن تحریم. نه، اون برنامه ریزی جامعه ما یکی از اصولش این هست که اقتصاد ما باید اقتصاد متکی بر تولید و تولید ما متکی بر توسعه علمی و فناورانه پیشرفته خودمون باشه که عرض کردم، بعد روزآمدی خودش رو حفظ کنیم. بعدم میگه طیبی ببخشید تو کلامتون شما در واقع به فرات قبل اشاره کردید به بحث ایجاد وفاق در پیشرفت، یعنی گفتید که شرط اصلی اینه که یه وفاقی ایجاد بشه. من سوالی که برام پیش اومده اینه که تو دولت‌های مختلف مسائل مختلفی بوده که مثلا یک دولتی با عنوان در واقع پیشرفت قرار برای کشور حاصل بشه این کاری رو دنبال میکرده. حالا دولت های روحانی مثل برجام بوده، دولت های قبلی موارد بوده.
اما اینها چقدر در واقع این که عدم موفقیت برخی از این موارد چقدر به اون عدم ایجاد وفاق برمیگرده؟ چون خیلی از موارد وجود داشته که در حالی که این موضوع در واقع موضوع کل کشور هست و به نفع ثمر نشستنش در واقع به نفع کل کشور هست، اما گاهی جریانات سیاسی رقیب دولت حاکم، حالا هر دولتی در ادوار مختلف، پیشرفتی که اون دولت قراره به دست بیاره رو مقابلش میستن یا جریان سازی میکنن یا به نحوی در واقع جو ایجاد میشه. نه، کاملا درست میفهمید. ببینید اصلا وقتی میگیم وفاق ایجاد بشه یعنی که اینطور نباید بشه که هر دولتی در کشور ما که به وجود میاد وظیفه خودش رو این میدونه که حتما با تمام اقدامات دولت قبل مقابله بکنه. با این مشکل بسیار جدی است که در کشور ما تبدیل به فرهنگ شده. ما در مسائل ملی کشور که اقتصاد یکی از مسائل اصلی اونها هست، سیاست داخلی و سیاست خارجی یکی از مسائل مهم اونها هست، نخبگان ما و سیاسی ما به توافق برسن و خب ما همین رو درخواست داریم. یعنی گفتیم تو بحث برنامه ریزی جامعه باید این اتفاق بیفته و اینطور نباشه که هر جناح‌های سیاسی ما اصلا موظف بدونن که دولت قبل رو تخریب بکنن. و یک اشکالی که بر سیستم انتخاباتی ما وارد هست این هست که چون احزاب نداریم و برنامه شکل میگیره، چون تو حزب که برنامه شکل میگیره و حزب که وقتی در دوران سالها مردم دارن برنامهش رو نگاه میکنن، عملکردش رو نگاه میکنن، برنامه شکل میگیره و ضعفای خودشون رو در شکستها جبران میکنن، تیم ساخته میشه، کادر ساخته میشه، نیروها ساخته میشن. خب ما در احزابمون در ایام انتخابات چند نفر کاندید میشن و فرصت کوتاهی دارن، تو این فرصت کوتاه اصلا چاره ای ندارن که تخریب کنن. یعنی شما برای اثبات خودت باید همش از جناح قبلی خودت بعد اون رو بگی، تخریب اون رو بکنی و بعدم که رأی آوردی چون تیم نداری به یه شکلی به هر حال یا آدم های کم تجربه یا آدم های پر تجربه پر سن و سال انتخاب بکنی، که این اشکال بر نظام به نظرم حزبی و انتخاباتی ما وارده. که خب وقتی اجازه ندیم احزاب قوی تشکیل بشن این اصلا فرهنگ میشه خود به خود. وقتی ما مرتب هم دیگر رو تخریب میکنیم این تبدیل به یک فرهنگ میشه. من خودم شنیدم در یکی از این جلساتی که در دوره اول مسئولیت خودم هم فکر میکنم با نخبگان خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودیم که ایشون سر افطار داشتن به یکی از وزرای وقت میگفتن که من چندین سال است که دارم به دولتی ها میگم که در تغییر دولت ها معاونین نباید عوض بشن، چرا معاونین وزرا عوض میشن؟ خب این ایرادی است که به سیستم ما وارده و باید این رو حل بکنیم. بنابراین اگر میخوام یک دولت کارآمدی داشته باشیم، یکی از ارکان کارآمدی دولت اینه که اون وفاق ملی بر سر مصالح وجود داشته باشه و مصلحت اصلی کشور ما اینه که پیشرفتمون باید متکی بر توسعه علمی و فناورانه خودمون باشه و شاخص‌ترین وجوه پیشرفت هم توسعه اقتصادی هست. ما توقع داریم از یه دولت کارآمد، از یه مدیر کارآمد که اولا حوزه‌های اصلی توسعه کشور رو مشخص کنه. خیلی بده که ما 40 سال از انقلابمون می‌گذره یا 42 سال از انقلابمون می‌گذره هنوز استراتژی توسعه صنعتی در کشور ما حاکم نیست. یعنی ما نمی‌دونیم که در چه حوزه‌هایی که مزیت اصلی کشور هست ما باید صاحب اقتصادمون تو اون حوزه پیشرفت کنه، یعنی صنعتی شدن ما در اونجا شکل بگیره. در حوزه‌ای که ما درش انرژی داریم، معادن داریم، در حوزه‌ای که ما نیروی خوب داریم که میتونه خودش تولید فناوری کنه، ما در حوزه پزشکی خب میتونیم بعد تو بحث داروهای نوترکیب خیلی کار بکنیم، تو بحث سلولهای بنیادی، در بحث ژن درمانی میتونیم خودمون مبدع باشیم و تولید فناوری بکنیم. در حوزه فنی مهندسی ما حتما در حوزه الکترونیک آدم‌های قوی داریم، در حوزه فناوری اطلاعات و اینا میتونن خلق فناوری بکنن و تو دنیا
چرا ما نتونیم مثل سونی عمل بکنیم، چرا ما نتونیم مثل مثل زیمنس عمل بکنیم. یعنی برای منی که 40 سال دارم تو جاده دانشگاهی فعالیت میکنم، واقعا زیمنس ایجاد کردم و سونی ایجاد کردم اصلا کار سختی نیست، منتها اون اراده میخواد، اون برنامه رو میخواد و اون مدیر کاربلدی که این مسیر رو درست طراحی کنه و ببره جلو. ما باید حالا تحریم رو برداریم از کشور، ولی برداشتن تحریم به معنای این نباید باشه که در کشور رو بی برنامه باز کنیم برای خارجی. بی برنامه هم نباید ببندیم برای خارجی. اونجایی که نیاز داریم بعد از خارجی استفاده بکنیم، منتها امتیازهای لازم رو از خارجی بگیریم و میدن. در همین برجامی که اتفاق افتاد، معتبرترین شرکت اروپایی آلمانی که همه ما میشناسیمش اومد برای همین سیستم رانش‌های واگن مترو با ما نشست مذاکره کرد و به قدری سرسخت بود، ولی وقتی ما ایستادیم جلوش که ما این کارا رو توانمند هستیم و میتونیم انجام بدیم، قبول کرد و به شکل به توافق خوبی برای سرمایه گذاری و حتی در داخل رسیدیم. در کار با او جیک و پوک فناوریش هم ما به دست میوردیم، یعنی اصلا امکان نداشت، چرا که این کار قبلا هم انجام داده بودیم در کارهای دیگه با شرکت‌های خارجی. طبیعتش اصلا همینه، اونها هم همین به همین روش صاحب فناوری شدن. بنابراین حالت غیر تحریم حتما برای توسعه کشور ضروریه و سرعت رو بسیار بالا میبره، منتها گفتم بی برنامه نباید در باز کنیم نه در ببندیم. و این توقعی است که ما از یه مدیر خودباور کاربلد داریم. این لفظ کاربلدی رو خیلی روش تاکید میکنم. اما حالا به هر دلیلی اصلا ظلم اونها ما تحریم شدیم، ما تحریم شدیم، در تحریم هم میتونیم پیشرفت بکنیم اگر همون مدیر کاربلد خودباور رو داشته باشیم و با برنامه ریزی کنه. ما معتقدیم که اگر صاحب دانش و فناوری بشیم، قطعا تحریم موضوعیت خودش از دست میده. تحریم نباید یه چیز دراز مدتی باشه. بالاخره ما اگه میخوام بریم تو دنیا که برای خودمون جاب آواز کنیم که با تحریم نمیتونیم بریم، و با تحریم بانکی که نمیتونیم بریم، که با چمدون که نمیتونیم پول نقل و انتقال بدیم برای محصولمون مثلا به هر کشور دیگه. ما میگیم مثلا حالا که تحریم بر ما تحمیل داره میشه، ما اگر بتونیم تحریم رفع کنیم حتما با تحریم رفع کنیم، مثلا شک تو این نباید بکنیم. ولی اگر به ما تحمیل میشه، تو همون تحریم هم باید استفاده کنیم برای صاحب دانش شدن. به هر حال فکر میکنم در دولتی که پیش رو داریم این باید یک مطالبه تبدیل بشه که حالا هر کسی که مسئولیت دولت رو به عهده میگیره یک شاخصهایی بذاره برای انتخاب مدیران خودش، از سطح معاون اول، وزرا، حتی معاونین وزرا و استانداران که بر مبنای شاخصها انتخاب بشن. و این معموله تو دنیا، یک معموله که یک نظام دیوان سالار زمانی میتونه کارآمد باشه که مدیرانش بر اساس یک شاخص انتخاب بشن و نه در جلسات هیئتی یا گهده‌ای و امثال هم. یعنی شاخص گذاشته بشه. و یقینا در این کارمون حتما باید دیدگاه سیاسی از بین بره. یعنی ما مدیرمون اگر این بر مبنای شاخصمون، مدیرمون مدیری بود که اصلاح طلب بود و دولت ما اصولگرا بود، اون دولت اصولگرا باید این مدیر اصلاح طلب رو بپذیره و به عکسش فرق نمی کنه. اگر دولت اصلاح طلب بود یه مدیر توانمندی اصولگرا بود و اون مدیر اصولگرا هم باید بپذیره که پیشرفت کشور مسئله اصلی هست و نه نگاه حزبی، که در عمل دیدیم اونهایی که مدیران اصولگرا و اصلاح طلبی که آدمهای خودباور و کاربلدی هستن، به هیچ وجه مسائل سیاسی رو در حیطه کارشون نمیارن. این آدم ها اتفاقا آدم های محجوبی هستن که خودشون رو در این شرایط کشور خیلی کشیدن کنار، براشون اعتبارشون آبروشون مهمه. باید با اون شاخص ها این مدیرها شناسایی بشن و این مدیرها به عرصه کار و فعالیت دعوت بشن. چه سال گذشته یک از مشکلاتی که همواره وجود داشت، حالا چه در دولت و چه نهادهای مختلف دیگه، واسه فساد اداری بود. فساد اداری به معنی فساد اقتصادی. این مشکل حالا خیلی وقتها میشه ناکارآمدی دولت‌ها رو بخشش رو حداقل به این بحث نسبت داد. شما چقدر این رو مؤثر می‌دونید در کارآمدی یا ناکارآمدی دولت؟ خیلی یکی از بعد 40 سالی مشکل حل نشده به نظر شما؟ یکی از ویژگی‌های همون دولت
کارآمد به نظرم سلامت مدیران هست. تو بحثایی که تو بحث نظام دیوان سالاری کشور میشه یا همون سیستم اداره کشور، سلامت مدیران شاخصه بسیار مهمیه و اینکه تضاد منافع نداشته باشه. این بحثی که ما میبینیم یا تو دنیا سال هاست مطرحه و خیلی اون کشورهایی که پیشرفت کردن اون رو بهش توجه کردن، تضاد منافع یا کانفلیکت آف اینترست، اینه که مدیر نباید بر اساس منافع خودش قانون بنویسه. ببین ما عرض کردم خدمتتون، ما بسیاری از مدیرانمون ذی‌نفع شدن. من یه مثالی رو خودم به عنوان شوخی مرتب میگم که مدیران ما بسیاریشون میگن تا زمانی که باید از خارج وارد بکنید باید من خودم باشم یا پسر خالم در پشت صحنه واردات رو برای من انجام بده، یعنی من ذی‌نفع واردات باشم. اگر هم قرار شد تولیدی در کشور باشه، این باید بعد از بازنشستگی من باشه، بازم من باید باشم، یا حتی در دوران بازنشستگی در دوران کاری من باشه، باید من ذی‌نفعش باشم یا پسر خالم باید ذی‌نفعش باشه. این نشون میده که مدیران ما ذی‌نفع میدونن خودشون. هیچ ایرادی نداره که ما یک مدیرش یک بنگاه خصوصی شایسته رو بیاریم مسئول کنیم در کشور، ولی به هیچ وجه اون نباید قوانین رو بر اساس نفع خودش بنویسه. این مصیبتی است که ما در کشورمون هستیم. و بعد این مشکل کجا میتونه حل بکنه؟ یک قوه قضاییه کارآمد سالم. دنیا همینه میگه، میگه قوه در بحث فساد مهمترین رکنی که میتونه با فساد برخورد کنه قوه قضاییه کارآمد سالمه. اگر دیگه خود قاضی هم تو فساد بیفته که خب دیگه وا مصیبت دیگه. ما اینجا خود دولت باید دقت بکنه که مدیرش مدیر سالم و دستپاکی باشه که خودش ذی‌نفع قانون‌گذاری‌هاش نباشه و تضاد منافع به هیچ وجه وجود نداشته باشه. از اون بر قوه قضاییه سالمی داشته باشیم و کارآمدی که با نگاه کاملا غیر سیاسی و نگاهی که بر اساس مسائل ملی کشور هست برخورد بکنه، هیچ جناح و چیزی هم براش مسئله نباشه. هر کی که خلاف میکنه باید باش برخورد بکنه. معتقدم هزینه خلاف در جمهوری اسلامی بسیار بسیار کم هست و برای همین است که خیلی راحت جرأت میکنن که خلاف بکنن.